عزیزان و همراهان همیشگی سلام، با افق نو از بخش فارسی صدای آمریکا با شما هستیم با موضوع همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و چالش‌های بین‌المللی پیش رو. پس از حمله داعش به عراق در 9 ژوئن 2014 فضای سیاسی و ژئوپلیتیک عراق دچار دگرگونی شد. حکومت اقلیم کردستان در جنگ با داعش همچون حکومت مرکزی متحمل هزینه‌های مالی، جانی و معنوی بسیار شد. همزمان با این رخدادها اختلافات مالی و مسئله صدور نفت بین حکومت عراق و اقلیم کردستان به اوج خود رسید، تا جایی که دولت مردان در کردستان صدور نفت رو به صورت مستقل از سر گرفتند و مسئله استقلال از عراق به عنوان نتیجه حل نشدن اختلافات بین اربیل و بغداد به شکل جدی مطرح شد. دولت مردان اقلیم کردستان میگویند از زمان شکل‌گیری عراق تا کنون کردها هیچ خیر و برکتی از حکومت‌های مرکزی عراق ندیدند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان روز دوشنبه در یادبود قربانیان عملیات موسوم به انفال گفت قطع چند ساله بودجه اقلیم کردستان و روزی کردها از سوی بغداد کم از عملیات موسوم به انفال و حملات شیمیایی علیه کردها نداشته و ندارد. با این توضیحات این بار گویی عزم دولت مردان اقلیم کردستان برای برگزاری همه پرسی استقلال از عراق جدی است. کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان روز 25 سپتامبر امسال 3 مهر ماه رو به عنوان روز همه پرسی برای استقلال از عراق مشخص کرده. علارغم حمایت برخی کشورهای اروپایی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در روز 8 ژوئن در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش که واکنش ایالات متحده به این موضوع چه هست، این گونه پاسخ داد. ایالات متحده همان گونه که پیشتر اعلام کرده بود از یک عراق باسواد، دموکرات و فدرال حمایت می‌کند. ما آرزوی مشروع مردم کردستان عراق را درک کرده و به آن احترام می‌گذاریم. ما نگرانی خود را به مقامات اقلیم کردستان عراق در میان گذاردیم که برگزاری رفراندوم حتی از نوعی که در این زمان نتیجه آن الزام اجرایی را به دنبال نداشته باشد، عملاً منحرف شدن از اولویت اصلی که همان شکست داعش، بازگرداندن ثبات، بازگشت افراد بی‌خانمان شده و مدیریت بحران اقتصادی و حل کردن اختلافات سیاسی در منطقه است. ما مشوق این امر هستیم که مقامات اقلیم کردستان با دولت عراق درباره مسائل مهم مختلفی مرتبط با آینده اربیل و بغداد مذاکرات داشته باشند. با این توضیحات در این برنامه میپرسیم حکومت اقلیم کردستان در همه پرسی استقلال با چه چالش‌های بین‌المللی روبروست؟ آیا بغداد در صورت گفتن آری کردها به استقلال با آن کنار خواهد آمد؟ و آخر اینکه سرانجام اختلافات احزاب سیاسی در داخل کردستان بر سر همه پرسی چه خواهد شد؟ با ما باشید. خب عزیزان، اجازه بفرمایید خوش آمد بگم به میهمانان برنامه خانم دکتر لوری مروی، نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، استاد پیشین دانشگاه هاروارد، و آقای رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار در واشنگتن، اینجا در استودیو با ما. هر دوی شما عزیزان خوش آمدید به برنامه. خانم مروی، روز 28 جولای کنفرانسی در کپیتال هیل برگزار شد در رابطه با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق. در اون نشست چه اتفاقی افتاد؟ چه صحبت‌هایی شد؟ اگر بیشتر برای ما توضیح بفرمایید. هدف این جلسه دوگانه بود. ابتدا اینکه ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت خیلی مسائلی جلوی خود دارد. مسئله استقلال کردها از نقطه نظر آمریکا خیلی محدود و کوچک هستش. مطلب دوم اینکه می‌خواستیم بگیم که منطقه کردستان هم اکنون هست و در آینده میتواند یک همکار متحده استراتژیک ایالات متحده باشد. درسته. در البته این توضیح رو بدم، در میانه برنامه علی جوانمردی از اربیل عراق هم با ما خواهد بود. آقای رشیدی، این سوال رو با شما مطرح بکنم. شما هم در کنفرانس روز جمعه در کپیتال هیل حضور داشتید. به نظر شما به عنوان یک روزنامه‌نگار دستاورد این نشست چه بود؟
با در واقع از برگزار کنندگان اون کنفرانس بودیم. این قراردادی بود میان کردستان 24 که یک تلویزیون بسیار محبوب و جدیدی در کردستان با واشنگتن تایم که خودتون میدونید یکی از در واقع روزنامه های محبوب در سطح بین المللی و به ویژه در ایالات متحده آمریکا است. این اتفاق میمونی بود در جهت پشتیبانی از رفراندوم کردستان برای استقلال، چرا چون اعضای کنگره آمریکا در اون کنفرانس سخنرانی کردند، آقای مسرور بارزانی مشاور امنیت کردستان ایراد سخنرانی کردند و سیاست‌های کلی اقلیم کردستان یا کردستان مستقل و دموکرات آینده را بازگو کردند رو به جامعه آمریکا. متخصصین آمریکایی و بین‌المللی به ایراد سخنرانی پرداختند و همگان بر این باور بودند که باید ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی مسئله استقلال این بخش کردستان رو جدی بگیره، چرا چون تنها نقطه‌ای که امنیت رو برگزار کرده، تنها نقطه‌ای که به آوارگان از هر طیف و اتنیک و مذهبی پناه داده و از اونها حمایت میکنه. به نظرم بعد از سفر پرزیدنت بارزانی به پارلمان اتحادیه اروپا، این بزرگترین در واقع کمپین در جهت دفاع از رفراندوم استقلال کردستان بود. آقای رشیدی، کنفرانس برگزار شده، خب مقامات سیاسی هم حضور داشتن، آیا واکنشی گرفتین از سوی مقامات رسمی در آمریکا نسبت به این نشست در رابطه با همه پرسی استقلال؟ کار ما در واقع به عنوان رسانه یا روزنامه‌نگار این نیست که از مقامات آمریکایی به طلب درخواست بکنیم. بله، 100% تأثیر گذاشته. چرا 100,000 نسخه از ضمیمه واشنگتن تایمز چاپ شده، 8,000 نسخه از این مطالبی که لوری میلروی در واقع یکی از نویسندگان آنه و 4 نفر از اعضای کنگره مقاله نوشتن و این به 8,000 آفیسر ایالات متحده آمریکا به آفیس یا در واقع به دفتر پرزیدنت ترامپ و کل مقامات بالا ارسال شده و اونجا اکسپلین شده، در واقع توضیح داده شده که اهمیت کردستان به ویژه کردستان عراق برای منافع دراز مدت و بلند مدت غرب به طور عموم و ایالات متحده آمریکا چی هست و آمریکا راه چاره ای نداره جز اینکه از استقلال کردستان دفاع بکنه، هم برای ثبات منطقه، هم در راستای تحقق اهداف استراتژیک و منافع ملی و در واقع سیکوریتی آمریکا. بله، امنیت آمریکا. دکتر مروی، شما سالها پیش با مقامات نظامی آمریکا به عنوان مشاور حضور داشتید در جنگ عراق، در جنگ افغانستان و الان هم روابط با مقامات سیاسی رو دارید. این سو و آن سو در فضای رسانه‌ای هم صحبت‌های متفاوت از آنچه از زبان مقامات رسمی می‌شنویم در رابطه با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان هست. این تفاوت چه هست و آیا استقلال کردستان به نفع کدام خواهد بود؟ آمریکا، کردستان؟ آمریکا گفته است، آخرین چیزی که آمریکا گفته این است که این رفراندوم نباید در حال حاضر برگزار بشه، بلکه باید در بعد از انتخابات سال آینده عراق برگزار بشه. مقامات کردی به خصوص آقای بارزانی گفتن که این رفراندوم ها تأثیری در اون انتخابات نخواهد گذاشت، برای اینکه نتیجه اون مشخصه که نخست وزیر شیعه خواهد بود. حالا آنچه که ایالات متحده میگوید این است که این کنفرانس بسیاری از جمله جنرال های بازنشسته گفتن که چنان ایران اکنون بر عراق تسلط داره و دیگه عراق مستقل نیست و اینکه حفظ کردستان به عنوان بخشی از عراق، دارید کردستان رو در واقع میذارید تحت کنترل گروهی که موضع متخاصمی نسبت به ایالات متحده داره. سپاسگزارم دکتر مروی. نمیدونم ارتباط ما با اربیل، بله با اربیل برقرار هست، همکارم علی جوانمردی. علی، به برنامه خوش آمدی. لطفاً برای ما و بینندگان بگید فضای سیاسی داخلی در اقلیم کردستان در چه شرایطی است؟ یکی اینکه آیا حکومت اقلیم کردستان تونسته اختلافات با احزاب مخالف در رابطه با
همه پرسی استقلال رو به سمت و سوی حل شدن پیش ببره؟ خیلی ممنون، درود بر شما و بینندگان. از شاید اینجا در کردستان عراق فضا به نحوی هست که مهمترین بحث روز مسئله رفراندوم همه پرسی استقلال کردستانه. میشه گفت که مسعود بارزانی رئیس اقلیم موفق شده که همه احزاب رو راضی بکنه به غیر از دو گروه. یکی از گروه ها گروه اسلامی که گروه کوچکی است، 5-6 تا کرسی در به اصطلاح پارلمان منطقه‌ای کردستان داره، گروهی که از اهمیت بیشتری برخوردار هست و دومین در واقع کرسی های پارلمان رو آورد، گروه تغییر یا گوران هست که اونها هم مخالف هستن. در واقع میشه گفت که اختلافاتی که اینجا هست، اختلافات بین گروه های کرد تا حدی غیر قابل حل هستن، چون اختلافات چندان هم داخلی نیستن، به نوعی ارتباط داره به کشورهای همسایه. مثلا آنچه که شما در رسانه های ایران، اون بخش از رسانه های ایران که وابسته به سپاه هستن، تسنیم، فارس و رسانه های وابسته به اهرم های قدرت محافظه کارها در ایران، همونها رو شما به زبان کردی از گروه اسلامی های کرد یا از حزب گوران میشنوید و عمده حملات اونها علیه شخص آقای بارزانی هست. مسئله ای که میگن ما اگر رفراندوم رو هم قبول داشته باشیم، چون آقای بارزانی این رفراندوم رو انجام میده یا بانی و عامل اصلی این رفراندوم هست، اون رو قبول نداریم. در واقع میشه گفت که این دو گروه، غیر از این دو گروه، بقیه گروه ها یعنی اتحادیه میهنی کردستان، احزاب دیگه، احزاب چپ و سوسیالیست، احزاب ملیگرای اینجا، همه به نوعی حمایت کردن از این همه پرسی و انتظار میره که با رأی آری مواجه بشه، یعنی اونچه که در فضای اینجا دیده میشه. ولی خب همونطور که عرض کردم، مسئله حل اختلافات، چون اختلافات بستگی داره به کشورهای همسایه، به این سادگی قابل حل نیستن. علی، به تأثیر پذیری رسانه های احزاب مخالف اشاره کردی از ایران، نقش کشورهای همسایه ایران و ترکیه رو در فضای سیاسی و اجتماعی کردستان عراق در رابطه با همه پرسی استقلال چطوره؟ شما از نزدیک لمس میکنید ماجرا رو؟ بسیار مهم است نقش کشورهای همسایه. جغرافیای سیاسی کردستان محصور هست در بین ایران، عراق، سوریه و ترکیه. دولت مرکزی عراق که به روایتی حالا اکثریت شیعه در این کشور میشه گفت که ایران رو نمایندگی میکنه یا تحت تاثیر بسیار بالای ایران هست، به نوعی سیاست‌های تهران رو در عراق اجرا می‌کنه و هر چی در تهران گفته میشه اکثریت شیعه در بغداد همون رو میگه، ولی از اون قدرت برخوردار نیست، قدرت نظامی که بتونه جلوگیری بکنه از این رفراندوم. اما ایران و ترکیه دو قدرت اصلی و دو در واقع بازیگر اصلی در کردستان عراق هستن. ترکیه که دارای روابط خوبی با اربیل بود تا پیش از اعلام همه پرسی، اعلام روز 25 سپتامبر برای برگزاری همه پرسی استقلال کردستان، حالا ترکیه هم روابطش یعنی تحت تاثیر قرار گرفته به دلیل این موضع گیری و بسیار نگران هست. ایران هم به همین. ترکیه و ایران میدونی که خودشون جمعیت های کرد دارن. ایران حدود 2 برابر کردهاش بیشتر از کردستان عراق هست و ترکیه بیشتر از این، حدود 4 برابر بیشتر و شاید بیشتر جمعیت کرد داره. همه نگران هستند که این تاثیرگذاری از اینجا شروع بشه، یعنی این مسئله استقلال برسه به ایران، برسه به ترکیه. به نوعی ترکیه تا حدی نگرانیش بیشتر از PKK هست که در پایگاه های اصلیش در کردستان عراق هست و کردستان عراق اگر کشوری بشه، خب شاید کنترل و دسترسی PKK براش سخت‌تر باشه. ایران هم از اون ور بسیار نگران هست. گروه های سیاسی کرد ایرانی اینجا فعال هستن، اینجا پایگاه هایی دارن، ایران هم از تاثیرگذاری اونها نگران هست. یعنی این رو در نظر بگیرید، با اینکه حدود 8 میلیارد دلار داد و ستد بین ایران مثلا و کردستان عراق هست، اکثر کالاهای و مایحتاج روزانه کردستان عراق از ایران وارد میشه به دلیل بالا بودن ارزش بهای دینار و پایین بودن ارزش تومان، اکثر چیزا رو از اونجا میارن. در وهله دوم ترکیه هم در اقتصاد اینجا به ویژه در نفت اینجا دخیل است. یعنی وضعیت تا حدی پیچیده هست، ولی قدر مسلم اینه که ایران و ترکیه تاثیرگذاریشون زیاد است. مخالفت اونها مخالفت جدی و مهمی هست که البته به دلیل حضور نیروهای آمریکایی در اینجا و روابط تنگاتنگی که کردستان عراق با آمریکا و کشورهای اروپایی داره، شاید ایران و ترکیه هم نتونن که یک اقدام نظامی مستقیم خودشون انجام بدن، ولی بیشتر سعی میکنن از طریق عواملی که اینجا دارن، مثلا ایران از طریق حزب اسلامی، که حزب اسلامی کردستان عراق که حتی ایستگاه تلویزیونی اونها
پایگاه تلویزیون اونها به مبلغ 5 میلیون دلار کاملا از طرف ایران تامین شده و این رو خود اعضای رهبری این حزب که در اروپا هستن فاش کردن، یا حزب گوران که دارای روابط تنگاتنگی با ایران هست، از طریق اونها این مخالفت داره انجام میشه تا بعد که بتونن از طریق صندوق آرای روز 25 سپتامبر جلوگیری بکنن از رأی اکثریت آری. سپاسگزارم علی برای توضیحاتت، ممنونم. آقای رحیمی، شما در فضای سیاسی و روزنامه‌نگاری آمریکا هستید، مصاحبه‌های زیادی با مقامات سیاسی آمریکا داشتید. به نظر شما در رابطه با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، چالش‌های بین‌المللی دیگری که اقلیم کردستان با اون روبرو هست به جز آمریکا یا فضاهای کشور اروپایی یا منطقه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا اقلیم کردستان شاخصه‌های اعلام استقلال رو داره؟ در واقع چالشی وجود نداره. امروز که ما در استدیوی شما در واشنگتن صحبت میکنیم، سومین سالگرد حمله بربریت قرن 21 داعش به شنگال یا به سنجار به یزیدی هاست و اونها را جنوساید کردند، هزاران دختر و زن و بچه یزیدی و کردها را در واقع به عنوان برده های جنسی از اونها استفاده میکنن تا حالا هم، و دختران کرد و به ویژه یزیدی این اقلیت مذهبی را در بازارها به قیمت 10 دلار و 15 دلار و 20 دلار به فروش میرسانند. چالشی وجود نداره. کردستان عراق در طول 20 سال حاکمیت خودش، به ویژه در یک دهه اخیر حاکمیت خودش، یک پیکچر، یک در واقع یک تصویر جدیدی از خاورمیانه رو به غرب از خودش نشون داده. شما نگاه بکنید با تمام کم و کاستی ها و فساد اداری که وجود داره، امروز کردستان عراق در کل منطقه دارای 700 رسانه شنیداری، نوشتاری و تصویریه. ما دارای اپوزیسیون قانونی و پارلمانی هستیم. شما اینو نسبت بدید به ایران یا ارزیابی بکنید نسبت به ترکیه، تفاوت خیلی خیلی بالاست، در حالی که کردها عموماً تجربه تاریخی حکمرانی هم نداشتن. و شما ببینید وقتی که شیعه به سنی حمله میکنه، وقتی که سنی به شیعه حمله میکنه، وقتی که دوتایی به اقلیت‌های مذهبی من جمله یهودی‌ها، مسیحی‌ها و یزیدی‌ها حمله میکنن، تمام اینها به کردستان پناه آوردن. و امروز در حالی که جمعیت اقلیم کردستان حدود 5 میلیونه، ولی حدود 2 میلیون آواره را در آغوش با این فشار اقتصادی که وجود داره. رفراندوم استقلال کردستان آقای عباسی میتونه ضایعات و نتایج مخرب پیمان 100 ساله سایکس‌پیکو را تا حدودی جبران بکنه. امروز در دنیا حدود 200 کشور وجود داره که تمام اونها بر مبنای دولت ملت بنا نهاده شدن. چرا کردها این حق رو نداشته باشن؟ وقتی که کردها بعد از سال 2003 پای ریزی کردن مسئله عراق جدید و فعالانه شرکت کردن و حضور بسیار فعالی داشتن. مام جلال در واقع رئیس جمهور بود در عراق، اولین رئیس جمهور بود آقای طالبانی. کردها در واقع صبر بسیار، صبر ایوب از خودشون نشون دادن برای اینکه مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی حل بشه. ولی در برابر این عراقی ها چه کار کردن؟ بغداد تحت نفوذ مطلق جمهوری اسلامی ایران، امروز افیشیال ها و مقامات رسمی آمریکا از عراق به عنوان دومین ایران در منطقه صحبت می کنن. بودجه اقلیم کردستان را قطع کردن، دوادرمان کودکان را قطع کردن، با نیروهای دجله را فرستادن در مرزهای کرکوک و میخواستن به کردستان حمله بکنن در واقع، در حالی که کردستان تنها نقطه امن برای تمام اقلیت‌های مذهبی و ملی در کل اون منطقه بود. به نظر من چالشی وجود نداره و غرب کماکان نمیتونی با نتایج این همه پرسی و رفراندوم مخالفت بکنه. چرا؟ چون مخالفت با نتایج این رفراندوم مخالفت با پرنسیپ های دموکراتیک خودشونه و این حق مسلم کردهاست که کشور خودشونو داشته باشن در تمام بخش های کردستان و امروز به طور ویژه در کردستان عراق. سپاسگزارم آقای رشیدی. خانم دکتر مروی، شما همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق رو
در رابطه با تمامیت ارضی عراق چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این تهدیدی برای عراق هست یا عراق باید این رو به صورت یک حق قانونی بین المللی بپذیره؟ یک منطقه مستقل کردستان خطری برای هیچ کس نیست. در واقع به نظر من به نفع عراق هست که منطقه کردستان بخشی از عراق نباشد. همسایه خوبی خواهد بود. میدونیم که این مسئله توسط بریتانیایی ها ایجاد شد و افرادی مانند وینستون چرچیل اصلا مخالف این مسئله بودن و اونجا این سرویس هند بود که میخواست کشور هرچی بزرگتری درست بکنن و کردها رو جزی از عراق کردن که بزرگتر بشه. ترکیه قبول خواهد کرد یک کردستان مستقل را. اما چالش عمده و بزرگ ایران هست. ایران کشوری است که مخالف استقلال کردستان و بیشتر از آمریکا حتی مخالف این قضیه هست. اما کردها خود میتونن در آینده با اون کنار بیایند. سپاسگزارم دکتر مروی. خیلی کوتاه آقای رشیدی، در رابطه با منطقه برای ما توضیح بدید به عنوان از دید روزنامه نگاری نگاه ایران، ترکیه و کشورهای همسایه چی هست؟ شما میدونید امروز اگر فقط سوریه بخواد به دوران قبل از قیام برگرده نیازمند حدود میلیارد ها دلار و حدود 60 سال نیاز داره که به دوران قبل از قیام برگرده. این سوریه حسابش معلومه. عراق یک ویرانه است. زمانی که داعش به موصل حمله کرد و موصل رو تصرف کرد، یک خانه هم تخریب نشد، ولی نیروهای عراقی که پس گرفتن در واقع کلا ویران کردن و ویران شده. عراق در واقع یه ویرانیه که طبق سیاست ها و استراتژیک و جانبینی قاسم سلیمانی اداره میشه. مسئله ترکیه در شرایطی نیست که به هیچ وجه بتونه صد علم بکنه و پیش گیری بکنه از اتفاقی که داره در کردستان عراق میفته. ترکیه در واقع نفع بسیاری برده، میلیاردها دلار در کردستان عراق سرمایه گذاری کرده، هزاران کمپانی ترکی در کردستان عراق وجود دارن و به نظرم اینها در نهایت اجازه نخواهند داد که ترکیه واکنش شدید یا بتونه حمله بکنه و جامعه غرب این اجازه رو نخواهد داد. مسئله ایرانه. واقعا اگر در ایران یک حکومت ملی و مردمی، یک حکومتی که بر مبنای رأی شهروندان بر سر کار بود و حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی رو در ایران رعایت می‌کرد، باید از استقلال کردستان دفاع می‌کرد. شما در سراسر دنیا آقای عباسی تو یک ایرانی پیدا نمی‌کنید که نگه ایرانی‌ها کردها ایرانی الاصیلن و کردها تاریخاً به ایران وابستن. واقعاً خب حالا بذاریم این حرف درست یا نادرسته، حالا چه این ادعا میکنید؟ چرا نمیخواهید این بخش از کردستان از زیر یوغ اعراب نجات پیدا بکنه؟ سپاسگزارم از دکتر مروی، آقای رشیدی روزنامه‌نگار در واشنگتن و علی جوانمردی از اربیل که با ما بود. از شما بینندگان هم سپاسگزارم. با ایمیل و فیسبوک در ارتباط باشید. بابا تا افق نوع دیگر بمانید در خوبی و خوشی.